در عصر تسلط رسانه ها و در جهانی که نظام سلطه سرمایه‌داری به دنبال تبدیل نمودن فرهنگ به کالا و فروش آن می باشد، شاهد مرگ تدریجی فرهنگ هایی هستیم که به لحاظ عدم توان اقتصادی و سیاسی دولت های وارث چنین فرهنگ هایی توان مقابله با فرهنگ مسلط بر رسانه ها را ندارند. رسانه هایی همچون کانال های ماهواره‌ای و شرکت های عظیم چند ملیتی تولید و توزیع آثار هنری که سکان هدایت فرهنگ سلطه را در اختیار دارند، علی‌رغم شعارهای عوام فریبانه همچون جهانی سازی فرهنگ و هنر به دنبال جهانی کردن یا به عبارتی آمریکایی کردن فرهنگ هستند. این رسانه ها با تسلط مالی بر جهان هنر صرفا به دنبال یکسانسازی فرهنگی هستند، به نحوی که با تقویت مالی بخش های از فرهنگ و هنر که دارای هیچ گونه بار فرهنگی نیستند به تقویت هنر و فرهنگی مبادرت می‌ورزند که تنها در جهت مصرف گرایی و تشویق عمومی به مصرف و خرید کالاهایی باشند که شبه هنر سرمایه‌داری به تبلیغ آن می‌پردازد. تقویت هنر از سوی بنگاه های عظیم مالی تحت عنوان پشتیبانی مالی یا اسپانسرینگ نتیجه جز انتشار هنر بیمایه و فاقد هر گونه معنای انسانی در بر ندارد. ویدئو موزیک ها یا کلیپ هایی که امروزه در سراسر جهان و تحت تاثیر فرهنگ ساخته های هالیوودی تولید می شوند، علی‌رغم هزینه های هنگفت تولید، فاقد هر گونه بار فرهنگی و آموزشی ارزشمندی می باشند. پورنوگرافی و تشویق مخاطبان به تقلید از به اصطلاح سوپر استارهای موسیقی ساخته تفکر سرمایه‌داری در تمام فرهنگ‌ها رسوخ نموده و هیچ تمدن و فرهنگی را از گزند خود در امان نگذاشته است. در این میان متاسفانه غفلت دولت مردان و سیاستمداران کشورهای با سابقه فرهنگی غنی منجر به گسترش چنین شبه فرهنگ‌های مخربی شده است و توهم خصوصی سازی و ورود بخش خصوصی به عرصه فرهنگ و هنر نیز به دلیل کمکاری‌های بخش دولتی منجر به نابسامانی بیشتر در عرصه فرهنگ شده است. واقعیت دردناکی که گریبان فرهنگ غنی همچون ایران را نیز گرفته است و این فرهنگ را به ورطه نیستی کشانده. حقیقت دردناک این است که سیستم سیاست‌گذاری فرهنگی و هنری ایران تمایلی به هزینه نمودن ثروت‌های ملی در عرصه فرهنگ و هنر ندارد و در مواقعی هم که تصمیم به هزینه نمودن در این عرصه را می‌گیرد، راه را به اشتباه رفته و تولید آثاری را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در عرصه بین‌المللی محلی از اعراب نداشته و صرفاً جنبه تبلیغی دارد. سیستم سیاست‌گذاری فرهنگی و هنری ایران اخیراً به بهانه خصوصی‌سازی و استقلال این بخش اقدام به واگذاری عرصه فرهنگ و هنر به بخش خصوصی نموده و در این رابطه تنها یک هدف را دنبال می‌کند و آن سلب مسئولیت از فعالیت در عرصه فرهنگ و هنر است. این مسئله از آن جهت خطرناک است که باعث ظهور و بروز بیش از پیش هنر بی‌ارزش و فاقد محتوا در میان مردم می‌شود، زیرا که بخش خصوصی به دنبال ارتقای سطح فرهنگ در جامعه نمی باشد و تنها هدفش تبدیل فرهنگ و هنر به کالا و کسب سود از فروش این کالا می باشد. بخش خصوصی و در واقع سرمایه گذار خصوصی از آنجا که می خواهد کالای تولیدیش فروش بیشتری داشته باشد به حد اقل ترین انتظار از اثر هنری توجه نشان داده و به تولید کالاهای هنری متناسب با این انتظار می پردازد. نتیجه این امر نازل ماندن کیفیت و ارزش کالای هنری و فرهنگی است و نه ارتقای آن. تنها نتیجه این تفکر و نگرش پایین نگاه داشتن سطح عمومی فرهنگ است، زیرا که در نتیجه این امر انتظار عمومی از فرهنگ و اثر هنری کاهش یافته و در نتیجه هزینه تولید کالای فرهنگی نیز کاهش می‌یابد و این مسئله به معنی کاهش هزینه تولید و افزایش سود حاصل از فروش کالای فرهنگی است. لازم به ذکر است که نگرش منتقد به سیستم مذکور به هیچ عنوان طرفدار دولتی شدن فرهنگ و هنر و در نتیجه دستوری شدن این مقوله حساس نمی‌باشد، بلکه صرفاً دولت یا به عبارتی ساختار تقسیم ثروت ملی و عمومی را در غیاب نهادهای دموکراتیک تخصصی سیاستگذار و اجرایی عرصه فرهنگ و هنر که باید به صورت شورایی از میان هنرمندان و متخصصین این حیطه انتخاب و اداره شوند، در قبال مسئله فرهنگ مسئول دانسته و ارتقای سطح فرهنگ را مطالبه می‌کند. لازم به توضیح هست که نقد حاضر از بازار به دنبال حذف گرایش‌های عامه پسند در عرصه فرهنگ نبوده و تنها به یک سوی نگری و یکسانسازی در زمینه نشر گرایش و تلقی ساده انگارانه از اثر هنری نقد دارد. و اما اکنون که بخش خصوصی با تسلط بر بازار به تولید هنر مصرفی می‌پردازد، نشر و گسترش هنر علمی بر عهده آکادمی‌ها و مراکز تولید علم است. برگزاری سمینارها، کنسرت‌ها، نمایشگاه‌ها و تئاترهای تجربی و نیز معرفی هنرمندان و هنر خلاق و پیشرو به جامعه از وظایف عمده و اصلی آکادمی‌ها و دانشگاه‌های هنری هستند. سلسله همایش‌های بررسی آثار آهنگسازان معاصر ایران که امروزه دوره چهارم خود را به پایان می‌رساند، در راستای همین تفکر و حس وظیفه شکل گرفته است. توجه به هنر و به ویژه موسیقی آکادمیک و علمی از دلایل اصلی این سلسله همایش‌هاست
و امید است با ادامه این روند و گسترش آن در سایر دانشگاه‌های کشور توان مقابله با تهاجم فرهنگی و ساختار بیمار بازار در بین مخاطبان جدی هنر در ایران به وجود آمده و سیستم سیاست‌گذاری فرهنگی و هنری را موظف به رعایت اصل برابری در برخورد با تمام گرایش‌های موجود در عرصه فرهنگ و هنر نماید. محسن ثقفی، روز اسپندارمذ اسپند سال 1388 خورشیدی.